به مشروع خبرها توجه فرمایید. به دنبال کنفرانس مطبوعاتی مقاومت ایران در واشنگتن و افشای سایت‌های اتمی جدید رژیم آخوندی، نیویورک تایمز در سرمقاله خود نوشت رژیم تهران تاریخچه‌ای طولانی و منفی در مخفی کردن تأسیسات اتمی خود دارد، از جمله مخفی کردن سایت اصلی غنی‌سازی نطنز و سایت غنی‌سازی قم که مدت‌ها بعد از آن کشف شد. اگر این شواهد کافی نیست، یک گروه مخالف ایرانی روز پنجشنبه اعلام کرد که به شواهد جدیدی در مورد یک سایت مخفی اتمی دیگر دست یافته است. سرمقاله نیویورک تایمز علاوه بر افشاگری جدید مقاومت ایران، به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نقض قطعنامه‌های شورای امنیت از سوی رژیم پرداخته و تأکید می‌کند خودداری از متوقف کردن غنی‌سازی و همکاری با آژانس، باور کردن این ادعا را که رژیم ایران مشغول تولید سلاح اتمی نیست، بیش از پیش غیر ممکن ساخت و ضرورت اعمال سرسختانه تحریم‌ها و افزایش فشار بر روی رژیم ایران را بیشتر می‌کند. سرمقاله نیویورک تایمز می‌افزاید بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رژیم ایران هنوز از پاسخ به این سوال‌ها که آیا تأسیسات دیگری را مخفی کرده یا نه و آیا برنامه اتمی‌اش از جمله در پروژه مشکوک نصب کلاهک اتمی بر روی یک موشک استفاده نظامی دارد، خودداری می‌کند. نیویورک تایمز در سرمقاله خود کشورهای مانند چین را که به رژیم ایران کمک می‌کنند به تجدید نظر در رفتارشان فرا خوانده و می‌نویسد رژیم ایران در 4 سال گذشته دستور سازمان ملل متحد برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم را نادیده گرفته و شمار زیادی از بازیگران اصلی صحنه جهانی در 4 سال گذشته این سرپیچی رژیم ایران را نادیده گرفتند. سرمقاله نیویورک تایمز آنگاه ضمن استقبال از تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت ملل متحد و تصویب 4مین دور تحریم‌های بین‌المللی و همچنین تحریم‌های اضافی آمریکا و اتحادیه اروپا و برخی دیگر کشورها می‌نویسد اما کمترین چیزی که می‌توان گفت این است که دولت ایران تاکنون به قطعنامه‌ها تن نداده است. بنابر آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رژیم ایران در حال حاضر 6108 پوند اورانیوم غنی شده دارد که نسبت به ماه ژوئن امسال 15% افزایش را نشان می دهد. اگر اینها بیشتر غنی سازی شوند برای حدود 2 بمب اتمی کافی خواهند بود. نیویورک تایمز در ادامه سرمقاله خود می نویسد